ایرانیان مقیم لس آنجلس امروز در مقابل کنسولگری فرانسه در این شهر تجمع کردند تا از مقامات بلندپایه این کشور و همچنین کنسول‌هایی که اینجا حضور دارند درخواست کنند که نام سپاه پاسداران به لیست تروریستی در اروپا اضافه بشه و دولت فرانسه از افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی و قطعنامه‌ای که قرار توسط شورای اروپا مطرح بشه حمایت کنه. همون دیگه می‌بینین هفته آینده اتحادیه اروپا داره رأی گیری میکنه که سپاه رو بذارن روی لیست تروریست‌ها، اون دیگه واقعا هستن. و می‌دونیم که فرانسه داره وسط بازی میکنه تا به امروز. آلمان، کشورهای دیگه اعلام کردن، انگلستان، می‌دونیم که در آمریکا جزء لیست تروریست‌ها بودن برای چندین ساله. ولی فرانسه رو اعلام نکرده و ما امروز جلوی کنسولگری لس آنجلس، کنسولگری فرانسه در لس آنجلس جمع شدیم که بهشون ابراز کنیم که مردم ایران این سپاه رو تروریست میدونن و اگر میخوان با آینده ایران رابطه ای داشته باشن باید طرف مردم ایران باشن و خواسته مردم ایران رو احترام بذارن و به این نظام جنایتکار واقعا رو در رو صحبت کنن. دیگه دو دوزوازی رو بزنن کنار. زمان دو دوزوازی گذشته. مردم ایران صحبت کردن، میدونن که چی میخوان و مردم جهان فهمیدن. وقتی که کشورهای اروپایی هم بیان به طرف مردم ایران و دیگه این از وسط بازی بیان کنار. متشکرم از شما، مرسی. روابط پاریس و تهران از زمان توقف مذاکرات احیای برجام سردتر شده. 7 شهروند فرانسوی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند و البته دولت فرانسه هم از آغاز خیزش انقلابی بارها سرکوب اعتراضات در ایران رو مورد انتقاد قرار داده. اما اون چه که امروز مطرحه اینه که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 2-3 روز گذشته اعلام کرد که این کشور قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی اروپا رو رد نمی‌کنه و امانوئل مکرون هم به نوعی چراغ سبز رو نشون داده. اما این روزها ایرانیان خارج از کشور تمرکز و تلاش خودشون رو گذاشتن بر روی این گونه اعتراضات که امروز در لس آنجلس شاهد هستیم برای تشدید فشارها تا این کارزار به نتیجه مطلوب برسه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.